درود به شما براندازهای عزیز. خطیب جمعه مدینه داشت به قوانین جدید حجاب و حضور زنان در ورزشگاه‌ها که توسط بن سلمان وضع شده بود اعتراض می‌کرد که اینطوری توسط مردم از روی منبر پایین کشیده شد. درباره چیزی که تماشا کردید حتما یه چیزی توی کامنت ها بنویسید. همین دیروز بود که بن سلمان با افتخار گفت که بیش از 70% مردم عربستان زیر 30 سال هستن و ما دیگه وقتمونو صرف اسلام افراطی نمی کنیم. به خاطر همینه که خامنه ای اینقدر از عربستان متنفره. کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد، هم دیکتاتور، هم ظالم، هم وابسته است، هم فاسده. خامنه ای خودش هم میدونه که نماز جمعه هاش برای آدمای معمولی مثل شکنجه میمونه. یه قاضی یه محکوم رو به 3 ماه شرکت در نماز جمعه محکوم کرده، بعدش هم حکم داده که محکوم باید گزارش شرکت کردنش در نماز جمعه رو از امام جمعه بگیره و تحویل دادگاه بده. حکمی که بعد جوری باعث شده ارزشی ها رم کنن و به این قاضی حمله کنن. اما میخوام ازتون دعوت کنم تا زیباترین کلیپی رو که در 2000 تا ویدیوی قبلی برانداز تا به حال منتشر شده تماشا کنید. در این کلیپ اول یکی از اساتید طرفدار خامنه ای سطح استدلالش رو به نمایش میذاره و بعد توسط دکتر مهرایی نابود میشه. لطفاً به ثانیه استدلال دکتر مهرایی با دقت توجه کنید. دشمن قرار حمله بکنه به ما، بیشترین تولید محتوایی که در نسبت با این مسئله داره میشه جوک و لطیفه است توی فضای جامعه ایرانی، در حالی که علالقاعده مثلا الان باید فضای عمومی ما فضای هراس و وحشت سراسری باشه، من بیشتر تو فضای مجازی فارسی طنز میبینم. اتفاقا چطور قبول کنم که جامعه ایران غمگین ترین جامعه است که بعد اون وقت اینم باز بشه یه محملی برای اینکه پس مقاومت رو رها کنیم؟ مردم قرون برم اگه جوک میسازن از خوبی و خوشی و خوشحالیشون نیست دیگه، زدن به فازه دیگه، هر چه شود شود. کشور شده این طنز اتفاقا، کشور وضعیتش مضحکه، طنزه، اصلا جوک شده دیگه فقط بخندیم. این خنده ببین نه خنده از سر شادی، یه خنده بیمارگونه هیستریکه. داریم مردم به مرز جنون رسوندیم. طنز و جوک مردم از سر شادی نیست آقای صفار عزیز، قربونت برم. بله که این مردم مردمانی هستن که قناعت پیشن، بله که این مردمان مردمان ساده دلیان، بله که این مردمان مردمانی هستن که خیلی خوبن همه اینا، اما اینا باعث سوء استفاده نباید بشه از این مردم که شده. مقاومت واسه چی آخه؟ مبارزه با کی؟ وقتی شما مردمان خودتو نمیبینی نامرئی کردی اینا رو؟ اینا یه مش وطن فروشن که خودشونم میدونن به زودی باید از ایران برن. چند وقتی میشه که دوباره بحثهایی سر مالکیت ایران بر جزایر سگانه به راه افتاده. شاهزاده رضا پهلوی امروز در مصاحبه با یه خبرگزاری خارجی رسما اعلام کرده که حاکمیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس هرگز قابل مذاکره نیست. در طرف مقابل اما جواد ظریف مالکش اعظم جمهوری اسلامی امروز رسما اعلام کرده که ایران آماده گفتگو با امارات درباره جزیره ابو موساست. ظریف در حالی میخواد با امارات سر خاک ایران مذاکره کنه که این کشور امروز همه پروازهاشو به تهران لغو کرده. اونم دقیقاً در روزهایی که اروپا هم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. 2-3 روز قبل بود که حمید رسایی که تقریباً سرکرده پایدارچی‌ها در طویله مجلس ظریف رو حسابی تهدید کرده بود. ببینید جواد ظریف که یه روباه مکاره چطوری جوابشو داده.
بچه، آقای پزشکیان آقای ظریف رو که فرزندش تابعیت آمریکا داره معاون خودشون کردن، ایشون با تذکراتی که داده شد استعفا داد ولی با فشارها مجددا برش گردوندن. ما از آقای پزشکیان خواستیم که آقا به قانون تن بدید، اما ایشون لایحه رو برای یک نفر یه قید مهمش رو حذف کرد، ارجاع داد مجددا به مجلس. البته پایداری هم جزی از این کشور درسته که امروز میخوان منو عزل بکنن و زندان بکنن و هزار کار دیگه هم بکنن، ولی بالاخره اونا هم جزی از این کشورن و باید با اونا ساخت. احتمالاً همه ویدیوی حیرت انگیزی که توسط پهپاد اسرائیلی از یحیی سنوار قبل از مرگش گرفته شده رو دیدید. دروغ‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی رو هم باور نکنید که سنوار توی تونل نبوده و داشته مثل یه سرباز واقعی روی زمین می‌جنگیده. اینکه رهبر حماس فقط با 2 نفر دیگه در یه ساختمان تخریب شده، اونم در رفح مخفی شده بود، کاملاً نشون میده که می‌خواسته مخفیانه به مصر فرار کنه. لحظاتی قبل هم یه ویدیو از لحظه شلیک تانک اسرائیلی به یحیی سنوار منتشر شده. خدمه این تانک بعد از دریافت تصاویر پهباد دکمه شلیک رو فشار دادن. ارتش اسرائیل با انتشار این عکس از رهبران کشته شده حماس نوشت: دیگر هیچ حماسی وجود ندارد. تمام فرماندهان و رهبران ارشد کشته شده و تجهیزات و مناطق نظامی تحت کنترل حماس نابود شده است. اما انگار یحیی سنوار از اونایی بوده که شعارشون اینه: یا من بازی یا بازی خراب. سنوار که میدونسته داره خطرناکترین سفر عمرش رو برای فرار از غزه انجام میده، نقشه همه تونل‌های حماس و حزب الله رو با جزئیات کامل با خودش حمل می‌کرده. گویا می‌خواسته مطمئن بشه که نیروهای خودی و حتی خود سپاه اونو به اسرائیل نمی‌فروشن. به هر حال بعد از مرگ یحیی سنوار، اسرائیل به چیزی که واقعاً بهش نیاز داشت دست پیدا کرده. همون تونل هایی که خامنه ای با میلیاردها دلار ساخته و همه امیدش به همین تونل ها بود. حتی فکر میکرد اگر جمهوری اسلامی زودتر از حماس سقوط کنه میتونه بره اونجا و مخفی بشه. حالا اسرائیل داره خودش رو برای نابود کردن همه تونل های حماس که نقششون رو در دست داره آماده میکنه. خبر بدتر برای خامنه ای اینه که منابع عبری اعلام کردن که رهبر جدید حماس خالد مشعل خواهد بود، کسی که به شدت ضد جمهوری اسلامیه و همین چند وقت قبل به خیانت سپاه و خامنه ای به حماس و حزب الله اعتراض کرده بود. راستی حالا که نه حزب الله و نه حماس هیچ کدوم رهبر ندارن، نظرتون در مورد انتخاب مجتبی خامنه ای و علم الهدا به عنوان رهبر این دو گروه چیه؟ من که کاملا موافقم. با سلام، خدا میدونه موقعی که رئیسی داشت برای اردوغان فال حافظ میگرفت که خوشحال نباش که ظالم نبرد راه به منزل، چه انسان داغ دیده آه کشید که اینجور دارن هلاک میشن اینا. الان که دیگه نه حزب الله فرمانده داره نه حماس، آقای مجتبی خامنه ای، آقای علم الهدا در مشهد، نمیخوای اقدام کنی؟ همه شما را قبول دارن به عنوان فردی با تقوا. اینم از یحیی. آقای علم الهدا قصد رفتن نداره به جبهه مقاومت؟ ایشون دم میزنه جبهه مقاومت با صدیقی؟ من قبول دارم ایشون به عنوان فرمانده حماس و حزب الله، الان حزب الله کی مثل علم‌الهدا نیاز داره؟